درانو دن کو لگا سنگ اشتا سهام په جریان کې استه دا چې د اوت لغمنه د فاریاب د نیوی والی په توګا دی ولایت تاسو ول شوی دی خو ولسونو دا پر لپسې اعتراضونو دا دوام پر دلیل د دې یادونه کوي چې زموږ په خوخه والی دلته راولېګلې شي خو داود لغمنه چې بیا هم وایي چې تاسو له مرکزی حکومت سره خبرې وکړئ او زه رسمن د والی په توګه راغلی خپل چارو ته به دوام ورکړم خو رښتیا هم دا ولسونو غوښتنې دلته څومره پر ځای بللی کیږي او یا دا چې نه دا قانون په خلاف کې بللی شو ځکه چې دا ولسونو سره مشوره په اساسي قانون کې او د افغانستان په نورو نافذه قانونو کې دا نه دی راغلی چې باید له ولسونو سره د سلا مشورې پر دلیل والیان مقرر شي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ګل محمد رسولي د مشرانو جرګې له غړي سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی ښاغلی رسولي سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ تشکر سلامت باشئ مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی رسولي دغه راولاړه شوې ستونزه له کوم اړخ څخه بللی شو ولې والی ته د کار د پیل اجازه نه ورکولی کیږي په فاریاب کې بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت شما همکاران تخنیکی تان بینندگان تلویزیون آریانا نیوز همونطور که شما تقریبا از ده روز به این طرف تظاهرات شما مشاهده میکنین و حق مدنی مردم افغانستان است بناهن وضعیت افغانستان بالخصوص شمال شمال شرق در خصوصا ولایت فاریاب ناامنی ها به اوج خود رسیده مردم از دست بیکاری فقر بی‌ثباتی رنج میبرند و جنگ در دروازه های شهر میمنه رسیده در یک شرایط حساس یک کسی را حکومت مرکزی به صفت والی ولایت فاریاب روان کرده که اصلا در جغرافی های فاریاب بلدیت نداره هم بر فرهنگ مردم فاریاب بلدیت نداره و بر خواست نماینده های مردم فاریاب لبت نگفته و ما پیش از که آقای داوود لغمانی به صفت والی فاریاب به فاریاب بیاید امرای رئیس شورای امنیت نماینده فاریاب صحبت داشتیم و اساسیت مردم را و اساسیت بزرگان شمال افغانستان را اینا را برشان گفتیم که در این شرایط اساس افغانستان در چه وضعیت قرار داره افغانستان در چه ناامنی قرار داره باید وقت که ما جمهوریت میگیم اجماع داخلی را جور میکنیم در اجماع داخلی ما نمیتونیم که بخاطر مقرری یک والی ما یک مردم بیشتر از 2 میلیون در فاریاب زندگی میکنه ایرا نادیده بگیریم و بر هرچی که حکومت مرکزی بخواید یا چند تا که در اطراف از او هسته او والی را تحمیلی بله خاقل رسولی پختنه داده چې اوس مهال که چیرته داوود لغمانی د والی په توګه مقرریږي تاسو د یو لړ ستونزو یادونه وکړله چې امنیتي مسایل هم دلته محسوس دی د بیکاری هم دلته محسوس ده بیکاری اوج ته رسیدلې خلکو لپاره د کاروبار زمینه نه ده مسایده یا هم نوی والی د فاریاب ولایت له جغرافیې سره بلدیت نه لري یعنی دغه وضعیت چې اوس مهال هلته حاکم دی دا خو د ښاغلي فایق په وخت کې هم راپیښ شوي دي نوی والی خو اصلا کار نه دی پیل کړی چې تاسو د دغه وضعیت یادونه وکړئ دغه دلایل څومره قانع کوونکي دي ببینید شما ما همو وقت هم در شرایط که فایق به صفت والی فاریاب بود چندین بار در مجلس سنا در مجلس نمایندگان وکیلا و سناتورایشان صدا بلند کردیم وضعیت امنیتی هر روز فاریاب را مردم فاریاب را نگران می ساخت فقر و بیکاری نگران می ساخت ببینید شما امیال شهر میمنه در یک حالت محاصره قرار داره از ده روز به این طرف پرواز کامیار قطع شده یک مامور دولتی ما به خاطر که در مرکز کار داشته باشه ورکشاپ داشته باشه سمینار داشته باشه یک مشکل براش ایجاد شده و یک مریض عاجل داشته باشه از راه زمینی به ولایت همجوار خود رفته نمیتونه تحریک کامیار در روز میشه در فاریاب پروازهایش قطع کرده به خاطر امروز هایی که در فاریاب یک حالت اضطراری اعلان شده دکاکین مردم بسته است دوایر دولتی بسته است مردم هر روز به سرکا میبرایند و اینا
عدالت خواهی میکنن. بله خود دغه وضعیت مسئول سوق بولی دغه وضعیت مسئول سوق دی حکومت مرکزی گوش شنوا نداره که حداقل به خواستای مشروع مردم فاریاب توجه بکنه. بله خو خغل رسولی تاسو د مشرانو جرګی غړی هسته یعنی د پارلمان دی وی خونی استازی توپ کوي دلته تاسو ته قوانین هر څه دا واضح دي روښانه دي آیا په قوانینو کې دغه سلا او مصلحت راغلی دی چې والی مقرریږي د ولسونو نه د نظر واخیستلی شي؟ ببینین شما ما یک مثال بر شما میتونم در اینجا ما به صفت نماینده های مردم فاریاب در مشتان جرگه هستیم واقعا این صلاحیت های جناب جلالت ما رئیس صاحب جمهور است که هر کس به صفت والی هر ولایت افغانستان نظر گوشه افغانستان باشه به یک ولایت روان کنه اما در شرایط حساس که امروز بیشتر از 24 ولایت ما جنگ جریان دارد بیشتر از 200 ولسوالی های ما جنگ جریان دارد ارگان‌های امنیتی ما به چی حالت قرار دارد یک اجماع داخلی در افغانستان فعلا وجود ندارد یک مشوره با نماینده فاریاب صورت نگرفته صحیح است که صلاحیتشان است اما در شرایط حساس باید همی مسئلت ها مدنظر گرفته شود با رهبران سیاسی افغانستان با بزرگان افغانستان با نماینده های مردم افغانستان بشینن حداقل در هر ولایت که کسی که تاثیرات خوب داشته باشه کسی که در جغرافیا مولد بلدیت داشته باشه کسی که در فرهنگ هم مولد بلدیت داشته باشه حداقل بتونه این وضعیت که فعلا در فاریاب جریان داره من پیشنهاد برای شما مثال دادم فاریاب شهر میمنه در حالت محاصره قرار داره ما فعلا تقریبا از 3 روز به این طرف در ولسوالی قیصر جنگ به شدت ادامه داره و نیروهای امنیتی ما هر روز تلفات میتن در ولسوالی المار دیروز یک پوستی یک بیز به نام بیز انجینری بود در مرکز ولسوالی المار بود او دیروز سقوط کرده ما در اونجا 4-5 تا شهید داریم 5-6 تا زخمی داریم حالت که وقت که ارگانهای امنیتی ما به ناامنی ها به مشکلات ها رسیدگی بکنه اینا میان ارگانهای امنیتی ما همراه والی خود خوانده فاریاب اینا چی میکنن اینا سرگردان هستن بله آقا رسمان د والی پتوگ استول شوایدی آقا رسولی څنګه خود خوانده ورته ویلې شو ځکه چې آقا رسمان د ولسمشر په امر حال تاسو ول شوای دی ولسمشر استاد توبال تر سره کوي خو اوس مهال که چیرته دغه وضعیت په فاریاب کې اختیار هم حاکم دی آیا تاسو د نوی والی مدیریت لیدلی دی یا ضعف د مدیریت مو لیدلی دی چې دغه اقدامات تر سره شوی دی ځکه چې لومړی ورځ دوی ته د کار اجازه نه دی ورکړل شوی حال دا چې د یو چا د مدیریت یا پایله دلته نوی معلومه شوی یا ښه یا بده څنګه اعتراضونه کیږي ببینید شما وقت که مصلحت همراه نماینده های فاریاب نشه مصلحت همراه بزرگ های فاریاب نشه مصلحت همراه سیاسیون فاریاب نشه اما دلته یو نظام موجود دی دلته مصلحتی نظام نه دی خو کچیر تا هر رسیمه که یو تن راپورته کیگی یا حال تخپل حکومت اعلانوی یا د مرکزی حکومت امر حالته نه چلیگی یعنی دلته منگا ملک التوایفی ویلی شو چې په هر رسیمه که دیو حکومت وی آید مرکزی حکومت دلته هغه برم او هغه حیثیت چې د تر پختنې لاندې نه راځي ببینید شما ما از 20 سال است که همی نظام ریاستی را تجربه میکنیم و همیشه ارکنشینا والی های تعمیلی خود به ولایت روان کرده ما مثالش شما ما داده میتونیم از ولایت قندوز از ولایت بغلان از امثال ولایت هایی که در امیال فعلا در آتش جای میسوزه حداقل اما کسایی باشد با اون مردم همون ولایت مشوره صورت میگرفت با نمانداشان مشوره صورت میگرفت و کسی میبود که حداقل امرای مردم یک هماهنگی بهترتر خوبتر میداشت که وضعیت افغانستان به این روز نمیرست شما بله خب خاقل رسولی پلندو که پلندو که رتا ویستی شهید زخمی این گفار از گای امنیتی داریم شهرهای نمبر یک تمام شمال شرق افغانستان بسته است شما ببینید فعلا در ولایت اورزگان چی میگذره در ولایت قندار چی میگذره در طرف هرات چی میگذره در طرف پکتیکا چی میگذره در شمال شرق افغانستان وضعیت امنیتی چقدر وخیم است ما نمیتونیم که به خاطر یک والی آیا دغه ټول مسائل دغه ټول مسائل د فاریاب د والی د ټاکل کیدلو پر دلیل رامنځته شوی دی فکر کوئ نفهمیدم یعنی دغه جنگ و جګړې په ټولو ولایتونو کې یوازې د فاریاب د والی په مقررۍ رامنځته شوی
ببینید شما مطلب نگرفتین، ما تنها نگفتیم، اینه اینمی بود که دمو ولایات هم که امی والی هایی که امرای مردمش مشوره نشده، امرای نماینده های امو ولایت مشوره نشده، یک آدمی بود که تأثیرات خود را در ولایت نداشته، هماهنگی با مردم نداشته، هماهنگی با نماینده های امو ولایتش نداشته، هماهنگی با بزرگ های امو قام امو ولایتش نداشته که وضعیت افغانستان به یه حالت رسیده. آرز خواست مشروعی مردم فاریاب امی است که ما دیروز امونجا در خیمه خودتان هم در خبرام شاید شنیده باشه، اموجا شش تیم خود ما گفتیم که سه چهار نفر، یک نفر نه، سه چهار نفر کسایی را ما معرفی کردیم که هم ماستری داره، هم دکترا داره، هم لیسانس است و هم تجربه کافی در ولایت فاریاب داره. گفتیم که این سه چهار نفر پیشکش برای شماست، خدا بشه که جناب رئیس صاحب جمهور انتخاب میکنه، بدیده ما قبول است، ما در خدمت هستیم مردم فاریاب. بله خو خغل رسولی پلند تو که قراتا هستی آیا د فاریاب ولسونه له والی څخه د خدمت تمه لري یا دا چې نه د فاریاب اوسیدونکی یا هم د نور ورسیرمه ولایتونکو یو اوسیدونکی دی دلته د والی په توګه دنده ترسره کړي؟ ببینید شما ارمی والی صاحب ما بسیار اتحانوز نمیشناسون، اعترامش خاص دارم. دیروز اظهارات عزیزه از طریق رسانه شما ما شنیدم، یک حرکت مدنی که بیشتر از ده ها هزار نفر در اینجا دست به مظاهره میزنند در تظاهرات حق مدنی شان است، این امیر نادیده میگیره میگه 60 نفر نیست و همین کسایی هستن که معتاد است یلای است. اینمی اظهارات خود والی نشان میده که این آدم سازگار به فاریاب نیست، نمیتونه همراه مردم فاریاب یک هماهنگی خوب بهترتر داشته باشه، در آینده باید در فاریاب بر مردم فاریاب خدمت کنه. و کسی به صفت والی میشه ما شما که در مجلس شورای ملی افغانستان میبینین، روز مشاهده میکنین، وقتی که کسی که امروی مردم هماهنگ نباشه، امروی مردم نفرنگ مردم بلدیت نداشته، یک تجربه کافی سابق در دیگه ولایت نداشته باشه، یک آدم نظامی نباشه، امروز وضعیت فاریاب به یک حالت دگرگونی است. جناب بزرگوار من هم پیش را مثال دادم، شهر میمنه در حالت محاصره قرار داره، مردمش از دست فقر و بیکاری داد میزنه، بیشتر از ما 20 هزار فامیل از ولسوالی از 14 ولسوالی فاریاب در شهر میمنه بیجا شده آمده، مهاجر شده آمده، باور کنید که امینا نان خوردن خود در شام نداره، در شام نداره. و کسی به یک حداقل به زخمای مردم فاریاب محرم شده. پیش از که دولت به یک گپای زد ناقص بگویا که اینا بگویا که مثلا 65 نفر است، او باش است، یلایی است، مچو فلان، شما خودتان با چشم سر خود مشاهده میکنید، بیشتر از ده ها هزار نفر محسن سفیدا ما در تظاهرات است، روشن فکرای ما است، جامعه مدنی است. مننه کوم خغل رسولی، کلگی بزرگوار، مننه کوم پدی هلاچه یو حرفای بیوده از شما، مننه پدی هلاچه یو سولیز لار ورتا وټا کلی شی او ستونزه هوار شکور مودان.